محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفان در ایران، میگوید بسیجیان برای آزادی بیت المقدس فقط منتظر صدور فرمان از طرف رهبر جمهوری اسلامی هستند. چند روزی است اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها وارد فاز نظامی شده و دو طرف حملات هوایی و موشکی علیه یکدیگر دارند. با اینکه برخی کشورهای همسایه سعی در خاتمه درگیری ها داشتند، اما در ایران مسئولان سیاسی تنها به محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه بسنده کردند، یعنی دیدن یک طرف ماجرا. محمد رضا نقدی به اظهارات جنجالی شهرت دارد. همین 3 سال پیش در زمانی که حکومت ایران معترضان را به قتل می‌رساند، او آن را به کشورهای دیگر ربط داد. کشتید، حالا به فرض که مثلا نیروی انتظامی یا یه ماموری اشتباه کرده، فرض کنیم که چه، خب یه قتل دیگه. همین امروز فرمانده بسیج رابطه ایران با آمریکا را غیر ضروری دانسته و گفته رابطه با آمریکا عین بیعت با یزید است. ماه محرم است و ادبیات خاص خودش. محمد رضا نقدی امروز از دیپلماسی کشورهایی مانند مصر در قبال اختلاف اسرائیل و فلسطینی ها انتقاد کرد و راه حل را حمله به اسرائیل دانسته. گفته بسیجیان برای صدور فرمان آزادی بیت المقدس لحظه شماری می کنند. ادعای نقدی برای آزادسازی بیت المقدس یادآور خط و نشانهای جمهوری اسلامی در زمان درگیری اسرائیل و فلسطینی ها در غزه در 3 سال پیش است. ایران مدعی شد که می خواهد نیروی نظامی به غزه بفرستد. حتی ستادهایی در شهرهای ایران راه اندازی شد برای ثبت نام از داوطلبان. جمهوری اسلامی حتی نتوانست کشتی کمک‌های امدادی را به غزه ارسال کند و تنها از طریق دیگر کشورها همچون ترکیه مقادیری کالا برای غزه فرستاد. اسرائیل میگوید حماس از نظر مالی و نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. در دوره جدید درگیری نظامی اسرائیل با فلسطینی‌ها، استفاده حماس از موشک‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته. موشک های فجر 5 که 1 دهه پیش توسط ایران تولید می شد. اینک این موشک ها در اختیار نیروهای نظامی حماس در نوار غزه است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.